علی ماسه روزنامه‌نگار و منتقد سینما به ما پیوسته. آقای ماسه، چه بیشتر می‌دونیم در این فیلم و دلایل سانسورش در این جشنواره چینی؟ ببینید، فیلم همون جور که همین تیکه‌ای که الان نشون دادید نشون در واقع نمایش میده، صحنه ای از فیلم، مسئله کاملا درگیر شدن یک آدم، یک شهروند معمولی با ماموران امنیتیه که ازش میخوان که بر اثر یه مجموعه اتفاقاتی باهاشون همکاری بکنه و در تنگنا قرارش میدن. فیلم فکر می‌کنم بخش عمدهش هم به زبان ترکیه، چون آقای سایور مال منطقه آذربایجانه و ایشون میدونید که سابقه همکاری با جعفر پناهی داره برای فیلم سرخ، فیلم نامه‌ای که مشترک با هم نوشته بودن جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کن رو برد. فیلم قبلی ایشون نامو هم در واقع در فستیوال‌های بین‌المللی بود. جالب اینه که فیلم بعدیش هم قراره به همین شکل باشه. این فیلم به شکل زیرزمینی و مخفیانه در ایران ساخته شده و میشه الان حد زد که این پاتک چین و دولت چین به موج یک سال اخیر که فقط فیلم‌های زیرزمینی ایرانی در فستیوال‌های بین‌المللی حضور داشتن. و جالب این فیلم قبلا در فستیوال‌های دیگه هم بوده، در واقع فستیوال هایی در اروپا و آسیا به نمایش در اومده، ولی با وجود اینکه انتخاب شده بود برای این فستیوال هاینان، ناگهان بر اساس اون چیزی که پخش کننده فیلم گفته، مسئولان جشنواره اعلام میکنن که در واقع دولت چین خواسته که این فیلم حذف بشه. یک نکته مهمی که وجود داره اینه که وقتی ما درباره سانسور در ایران حرف میزنیم، نباید فراموش کنیم که برادر بزرگتر اینها در واقع مسئولان جمهوری اسلامی از نظر سانسور چینی ها هستن. اینها یک سیستم خیلی پیچیده و عجیب و غریبی دارن، یک سیستم کاملا کمونیستی در واقع اجرا میکنن توی چین. مثلا فیلم های خارجی یک سهمیه مشخص دارن، ولی از اونجایی که تعداد سینما ها زیاده، تعداد مخاطبین میلیاردی داره، در واقع کشورهای غربی با اینا مماشات میکنن. ما مواردی داشتیم فیلم های مشهور دنیا برای اکران در چین باید صحنه هایشون حذف میشده. مسئله پوله، ولی وقتی میرسه به فستیوال ها خب این شکلی میشه. یعنی در واقع سازنده این فیلم آقای سایور گفته من با وجود اینکه دوست داشتم فیلمم در چین به نمایش در بیاد، حاضر نیستم که سانسور رو بپذیرم، برای اینکه در کشور خودم این سانسور وجود داره و حتی باعث شده که این سانسور کلی و این سرکوب باعث بشه، یه نامه‌ای در واقع ایمیلی ازشون منتشر شده، گفته باعث شده که مثلا تعدادی از هنرمندان، سینماگران زن رو بازداشت بکنن. الان یه مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده، یعنی سانسور چینی با سانسور ایرانی مخلوط شده، از اونور موج نمایش فیلم‌های زیرزمینی که در یک سال اخیر ساخته شدن در فستیوال‌های اروپایی بالا گرفته، و از طرف دیگه مسئله همکاری‌های گسترده حالا فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ایران و چین با هم دیگه. میدونید یک معادله پیچیده‌ای رو به وجود آورده که باعث شده الان به این نقطه برسه که حالا این فیلم رو در یک فستیوالی که شاید خیلی هم در خود چین مشهور نباشه این شکلی کنن. نکته دیگه‌ای که باید بهش اشاره کنم اینه که تو هیئت داوری شهرام مکری حضور داره، فیلمساز ایرانی، و نوری بیلگه جیلان، کارگردان ترکیه‌ای. همین دو سه ماه پیش یک فیلم ترکی رو از یک فستیوال بیرون کشیدن، کل اعضای هیئت داورانش انصراف دادن. حالا باید ببینیم که نوری بیلگه جیلان این کار رو میکنه یا شهرام مکری این کار رو میکنه. من راستش رو بخواین الان تحلیلی ندارم، پیشبینی ندارم، ولی فکر میکنم این نشون دهنده اینه که سینمای زیرزمینی ایران چنان قوت گرفته که در واقع احساس خطر کردن، نه خود ایرانی ها و مسئولینش، بلکه برادران چینیشون. ممنونم از شما علی مصدق، روزنامه‌نگار و منتقد سینما.